امروز سراغ استثنایی ترین مغازه میدون تجریش اومدیم، چون همیشه استثناها قصه ای با خودشون دارن. این دکان عطاری تا سالهای سال به واسطه صاحب سرشناس و همینطور یه اتفاق هولناک سر زبونا بود. صاحبش کسی بود که همین امروز هم اگه اسمش رو ببرین، کاسبای قدیمی و ساکنان پا به سن گذاشته سری به تایید تکون میدن و میگن خدا رحمت کنه میزنقی جودا رو. و اون واقعه تلخ و هولناک هم سیل مرگبار سال 66 تجریش بود، سیلی که مثل یه هیولای سنگدل از ارتفاعات سرازیر شد و سرعت گرفت و همه چیزو در هم کوبید. اما در اون ظهر وحشتناک وقتی آب از آسیاب افتاد و مردم تازه داشتن میفهمیدن چی به سرشون اومده، یه خبر عجیب همه نگاه ها رو به خودش جلب کرده بود. سیل همه چی رو سر راهش نیست و نابود کرده بود و با خودش برده بود، ولی در کمال تعجب دکان عطاری دستخورده و سالم و برقرار بود. عطاری قدیمی میزنقی جودا، انگار دستی نامرئی در مقابل سیل دیوانه از این چهار دیواری محافظت کرده بود. حالا مردم چی میگن؟ اونا تصویر پیرمردی رو به خاطر می آوردن که همیشه با وسواس دارویی رو که مرهم درد بیمارا بود انتخاب میکرد و پشت ترازو حتی وزن پاکت دارو هم جدا حساب میکرد تا حق مشتری ضایع نشه. این سبک به خصوص کسب و کار میرزا نقی الگوی بقیه کسبه بازار شده بود. بله، مردم با دیدن دکان عطاری میرزا نقی که وسط اون سیل خانمان برانداز سالم مونده بود، راز این اتفاق نادر رو در خلقوفی پیرمرد مردمدار و دوست داشتنی میدون تجریش و کارهای خیلی که در این مغازه انجام میشد میجستن. یادش گرامی؟